هستم. اقتصاددانان بین‌المللی هشدار دادند که اقتصاد افغانستان بدون ذخایر ارزی بانک مرکزی سقوط خواهد کرد. 71 اقتصاددان و کارشناس از جمله جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد با انتشار نامه‌ای از جو بایدن خواستند تا ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. آنها با اشاره به تاثیر مسدود بودن این ذخایر میگویند حالا مردم افغانستان زجر حکومتی را میکشند که خود انتخاب نکرده اند. همراه میشیم با نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی. آقای خالدی، نگرانی این اقتصاددانان چقدر بجا است؟ سلام خانم، بسیار بجاست. ما در یک سال در هر مصاحبه، در هر نوشته داد زدیم، این مطلب بیان کردیم که اقتصاد افغانستان بدون موجودیت یک سیستم بانکی فعال رو به سقوط است و ضرر از این قبل از اینکه به دولت یا حاکمه طالبا برسه، این صدمه از این به مردم افغانستان میرسه که در با فقر و گرسنگی و بیکاری دست و گریبان هستند. ما عدم موجودیت یک سیستم بانکی فعال سبب این شده که تاجر افغان به هیچ خدمت های بانکی دسترسی نداشته باشند، که بسیار مهم است برای تجارت افغانستان و این تجارت افغانستان بله. خطر شدید مواجه ساخته است. خب آقای خالدی، یک نگرانی دیگر که وجود داره ای است که ممکن است طالبان ای پول ها را حیف و میل بکنند. چقدر طالبان آمادگی را دارند که از ای پول ها به عنوان ذخایر ارزی استفاده بکنن، نه به عنوان پول که به مصرف برسونن؟ ما بازم در یک سال گذشته در هر مصاحبه، در نوشتی را تاکید کردیم که جامعه جهانی باید تفاوت بگذاره بین حکومت طالبان و بین سیستم بانکی افغانستان، اقتصاد افغانستان، و میکانیزمایی را ایجاد کنه که بر اساس از او سیستم بانکی افغانستان به ذخایر ارزی خود دسترسی پیدا کنند بدون که حکومت طالبان از او سوء استفاده کنه. این امکان داره، این مثال عملی هست، راه های یزی مثال سادگی میتونه پیدا شوه، اما این کار کس نمیکنه. خب میکانیزمایی را که شما گفتین که وجود داره، یا میکانیزمایی را گفتین که جامعه جهانی باید روش کار بکنن، چه میکانیزم هایی میتونه باشه و چه راههایی وجود داره که تر عملی شود؟ میکانیزم های نظارتی را میتونن ایجاد کنن. این پول در بانک های امریکایی همچنان در بانک های جهانی و در پول هاییست که بر افغانستان اختصاص داده شده، یا این پول همچنان با ذخایر خود بانکی افغانستان که در حدود 9 میلیارد دلار میشه، یا میتونه به صورت تدریجی در اختیار بانک های افغانستان در هر ربع سال قرار داده شود و در برای استفاده از او رهنمودهای مشخص طرح شود که این بانک ها مسئولیت داشته باشند در مقابل مصرف از او راپور بدن ای و نظارت شود. اگر خلاف این رهنمودها این بانک ها کار میکنند، بقیه پول میتونه دوباره منجمد شود، ولی حداقل اقدام باید صورت بگیره، باید این میکانیزم ها طرح شود. خب در این صورت، با توجه به اینکه جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، چگونه میتونه که حکومت طالبان را جامعه جهانی پاسخگو قرار بده و نظارت داشته باشه به عملکرد بانک ملی و دیگر ساختارهای اقتصادی افغانستان؟ عرضمه ایست که جامعه جهانی، مثلا بانک جهانی، باید افغانستان بانک به رسمیت بشناسه، با افغانستان بانک رابط مستقیم ایجاد کنه. جامعه جهانی میتونه با دولت طالبان در این مورد مذاکره کنه. یکی از شروط اجازه دادن برای آزاد کردن پولای افغانستان باید می باشه که بانک افغانستان بانک به صورت مستقل باید عمل کنه. این تحت دستورات طالبان از این پولا نمیتونه استفاده کنه، یک شرط باشه. به این اساس
این پولا در اختیار افغانستان بانک و از طریق افغانستان بانک در اختیار دیگه بانک ها قرار داده میتونه شده و او در راه های مشروعی که برای اقتصاد افغانستان لازم است میتونه استفاده شود. یعنی در این قسمت یک کار میخواهد که با دولت طالبان، حاکمیت طالبان وقتی سیستم بانکی افغانستان کار شود و این راهش پیدا شود. بسیار تشکر از شما نور احمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی احسایه که از برزبن استرالیا با ما همراه بودید. تشکر.